گزارش ها حکایت از ساخت 9 مدرسه جهادی توسط طالبان در افغانستان دارد که در همین راستا نگرانی های زیادی را مبنی بر افزایش افرادگرای مذهبی و آموزش های جنگی در میان تحلیلگران داخلی و بین المللی ایجاد کرده است. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه کرده جلب می کنم. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت معارف افغانستان تحت کنترل طالبان، در یک ماه اخیر سنگ بنای 9 مدرسه جدید جهادی در استانهای بدخشان، پنجشیر، پکتیکا، غزنی و بغلان گذاشته شده است. هرچند که در مدرسه های دینی ساخته شده توسط طالبان تنها به آموزش های دینی پرداخته می شود، اما به گفته دانش آموزان این مدارس فقط در محدوده آموزش دینی توانسته فعالیت کند و نتوانسته جایگزین مدارس رسمی در گذشته شود. در مدرسه های جهادی که رهبری طالبان به آنها علاقه دارد، از آموزش های جنگی و ترویج افراد گرایی در کنار آموزش های دینی گزارش شده است. از سوی هم گزارش اخیر دبیر کل ملل متحد نشان می دهد که رهبری طالبان نسل جوان را برای رفتن به مدرسه های دینی و جهادی ترغیب می کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که طالبان بیش از 7000 مدرسه رسمی دارند و تنها در طول 3 ماه بین نوامبر 2023 تا فوریه 2024 نزدیک به 2500 دانش آموخته در این مدارس فارغ التحصیل شدند. برخی از آگاهان میگویند مدرسه های جهادی طالبان به ترویج افراطی‌گری مذهبی و تند روی میپردازند که این پدیده پیامدهای خطرناکی برای نسل جوان افغانستان دارد. در همین حال بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هم در گزارشی گفته است که طالبان از کمک‌های بشر دوستانه برای تأمین امکانات مدارس جهادی استفاده می‌کنند. بر اساس دیدگاه برخی از تحلیلگران، تمرکز جدی رهبری سیاسی و نظامی طالبان بر این مدرسه‌ها حفظ شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که او به دنبال توسعه این مراکز است، تا آنجا که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریان سفرهای استانی خود در سال گذشته در نیمروز با معلمان مدرسه های جهادی دیدار کرد. از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب. آقای دکتر، دلیل نگرانی های داخلی و بین الملل از مدارس دینی که توسط طالبان جایگزین مدارس رسمی شده چیه؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و قبولی عزاداری ها، عرضم به حضور شما که مدارس جادی که طالبان به دنبال اون هستن، در واقع این نشأت گرفته از سابقه ایست که اینا تجربه کردن و همین مدارس در پاکستان بود که توانست از فرزندان خردسال خانواده ها افراد تندروی رو بسازه که در 20 سال انتحاری میکردن و عامل کشتار مردم بودن و الان هم گسترش پیدا کردن، هم در پاکستان و هم در افغانستان فعالیت میکنن. بنابراین از اون سابقه اینا فهمیدن و به این نتیجه رسیدن که بقای اونها وابسته به همین گروه ها و افرادی است که در این مدارس آموزش میبینن و خصوصا افراد خردسال که در اینجا است. بنابراین به نظر میرسد که اینها تهدید جهانی هستند و حداقل تهدید منطقه‌ای هستند و افرادی که از این مدارس فارغ التحصیل میشن با اندیشه‌های افرادگرایی که دارن محدود در افغانستان نمیمانند و حتما اینها انتقال پیدا میکنن به کشورهای دیگه و میتواند سبب ناامنی از جمله در کشورهای آسیای میانه که بالقوه چنین شرایطی در اونجا فراهم هست و همینطور کشورهای همسایه دیگر رو تهدید بکنه. بنابراین منطقه به شدت در آینده احساس خطر خواهد کرد و این خطر هم جدی است و
محدود هم به اینجا نخواهد ماند و تا به کشورهای فراتر از منطقه هم اینا نفوذ میکنن. بنابراین این نگرانی نگرانی جهانی است و جدی است و باید هم کشورها و هم سازمانهای بین المللی نگران گسترش این مدارس باشند. آقای دکتر، چرا کارهایی برای مقابله با گسترش چون این مدارسی وجود داره که تا خانواده ها بعضن فرزندان به ویژه دختران خود را به اجبار به این گونه مدارس نفرستند؟ راهکارهایی که برای جلوگیری از فرستادن فرزندان میشه پیشبینی کرد این است که به لحاظ اجتماعی خب مردم یا ناچارند یا چون چنین مدارسی تبلیغات میشه خب احساس نوعی مکلفیت یا لازم بودن را میبینند که حداقل یکی از فرزندانشون رو بفرستند که در سالهای قبل هم چنین وضعیتی وجود داشت. حداقل از بسیاری از خانواده ها یک فرزندشون در مدارس شبانه روزی پاکستان در اونجا حضور داشتند و الان تنها راهکارهایی که میشه پیشنهاد کرد این است که اولا جامعه جهانی باید کمک هاشون را محدود بکنن و کمک ها باید ردیابی بشه که به این مدارس نرسه، چون از نظر داخلی فشارهای فیزیکی امکان نداره که جلوشون رو گرفت. تنها مجرایی که میشه اونها رو محدودتر کرد کمک هایی است که به طالبان میرسه، چه کمک های جامعه جهانی و چه کمک های دیگه که مثل عربستان و قطر و امارات برای مدارس دینی وجوهی را ارسال میکنن. باید اینا همه ردیابی بشن و هر کشوری که کمک میکنه باید ممانعت براش ایجاد بشه. و دیگه اینکه سران و کسایی که در ارتباط با این مدارس هستن باید مورد تحریم تمام کشورهای منطقه قرار بگیره. اگر قرار باشه که یک کشوری با اونها مناسبات چقدر بکنه اما کشورهای دیگه این مناسبات حفظ بکنن، این راه به جایی نمیبره. بنابراین یک همکاری منطقه‌ای و جهانی نیاز هست، در غیر اون فعلا نمیشه جلو اینها رو گرفت. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.